طرح محدودیت شبانه خودروها از حدود 3 ماه قبل در کل کشور اجرایی شد تا تردد و دورهمی‌های شبانه را دست کم از ساعت 9 شب تا 4 صبح کنترل کند. این وضعیت خیابان‌های تهران است بعد از ساعت 9 شب و در زمان اعمال محدودیت. در این طرح پلیس موظف شده از طریق دوربین‌های شهری خودروهای متخلف را شناسایی و برای آنها جریمه 200,000 تومانی اعمال کند. این طرح در ابتدا تردد خودروها را تا حدی کاهش داد، اما هر چه زمان گذشت عده‌ای بی‌اعتنایی بیشتری نشان دادند، به گونه ای که حالا بعد از ساعت 9 شب بسیاری از خیابان‌ها شلوغ است. برخی معتقدند در شرایطی که تردد در طول روز و در مراکز عمومی مثل بازارها آزاد است، جریمه کردن شبانه تنها باعث منفعت اقتصادی دولت و ضرر اقتصادی مردم می شود. باید هوای مردم هم داشت، یعنی تا یه جایی میشه مثلا کنترل کرد این رفت آمد، اگه جایی به بعدش خب آدم ها نیاز دارن به رفت آمد. حالا اینجوریه که تو هر خیابونی بری واسط اسمس بیاد جریمه شدی مناسب نیست به نظرم. تا حالا شما خودتون جریمه شدین؟ بله. فکر میکنم این جریمه ای که میکنن مال خیابونایی که مثلا تو طرح زوج و فرد یا طرح ترافیک، تو خیابونایی که این طرحا نیستن فکر نکنم جریمه بکنن. دیگه تو ماه بالاخره یکی دو روزی بعد بچه‌ها رو بیاره بیرون یه دوری بزنن، حوصله‌شون سر میره خونه دیگه. نمیتونی کلا یک سال تو خونه بمونی دیگه. این طرح والا نه فکر نمی کنم موثر باشه، چون بازم نسبت به قبل خیلی شلوغه، اصلا همه میان بیرون اونجوری نیست که خیلی رعایت کنن. فکر نمی کنم. تا حالا جریمه شدین؟ جریمه تا امروز نه، امروز شدم. اونایی که پول داشته باشن میان بیرون بالاخره از پولشون استفاده میکنن و جریمه شون میدن. و برخی دیگر هم میگویند بسیاری از خودروها جریمه نمیشوند. آمارهای روزانه راهور از تعداد خودروهای جریمه شده در برابر انبوه خودروها در برخی خیابانها گویای همین مسئله است. به نظر من اصلا تاثیرگذار نبوده. خب الان یه چند ماهی هست، یه 3-4 ماهی هست که محدودیت‌های اعمال شده، ولی خب اصلا تاثیرگذار نبوده و میبینید مردم دارن میان بیرون و اصلا رعایت نمی‌کنن. و من خودم شخصا تا حالا چند بار اومدم بیرون و اصلا جریمه نشدم تا الان. ابتدای اجرای طرح ما تقریبا ساعت 21 بود، تقریبا معابرمون خلوت بود، ولی رفته همون رو که مشاهده می فرمایید متاسفانه یه مقدار تردد و افزایش پیدا کرده. حالا با توجه به اعلامی که شده و اعمال قانون که از طریق دوربین های ثبت تخلف در سطح شهر تهران داره انجام میشه و همچنین همکاران ما که در طول شب با توجه به پوشش پلاکی که بعضی از خودرو حالا بنا به دلایلی حالا انجام میدن، ما متاسفانه شاهد هستیم که کماکان ما تردد خودروها را با حجم گسترده در طول شب داشته باشیم و همونو که هم مشاهده میفرمایید دقیقا به همین عوضش تردد خودروها یه مقداری کم رنگ شده نسبت به اول اجرایی تر که ما انتظار داریم و پیشنهاد میکنیم که حتما این تر با قدرت و قابلیت بیشتری انشالله اجرایی بشه که ما با توجه به ویروس جدیدی هم که اخیراً شایع شده ما کمتر شاهد تردد باشیم و خدای نکرده مردم گرفتار بیماری نشن. اصلا به نظر من ربطی نداره. خب حالا مردم میتونن که حالا از طریق وسایل ارتباطی دیگه مثل حالا اسنپ یا چیزهای دیگه بتونن که حالا برن جاهای دیگه، حالا حتما میتونن که با ماشین شخصی نباشه و اینجوری. حالا ما جریمه نشدیم تا الان چند باری که اومدیم بیرون. حالا احتمال داره به قول معروف حالا بعضی از رانندگان خودشون مالک خودرو نباشن که پیامک ثبت تخلف براشون ارسال بشه، ملوس نیاز هستش یه مقدار دوربین های ثبت تخلف یه مقدار افزایش بیشتری پیدا کنه. ما
مخصوصا حتی تو معابر فرعی مونم، چون نیاز هست که عرض کردم خدمت شما دوربین های ثبت تخلف یه مقدار گسترده‌تر بشه در سطح شهر تهران، که مردم یه به خودشون استرس و استرابا در مردم ایجاد بشه. بعد میزان جریمه، به نظر من میزان جریمه کافی نیستش، باید افزایش پیدا کنه. عرض کردم تردد با جون مردم سر کار داره و هر چقدر میزان جریمه افزایش پیدا کنه طبیعتا ما کمتر شاهد تردد در سطح معابر خواهیم بود. با توجه به طولانی شدن این روند، یعنی روند کارسازی هست برای جلوگیری از گسترش بیماری؟ متاسفانه اما گونه که خود جناب عالی مشاهده می‌فرمایید الان حدود ساعت 9 و 10 دقیقه است، این حجم تردد کارساز نیست. متاسفانه عرض کردم باید یه مقداری سفت سخت‌تر مراجع که تصمیم گیری میکنن در خصوص بحث کوید 19 نیاز هست که دستن در کانال امر یه مقدار با حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع پیگیری لازم انجام بدن. من استنباطم اینه که مردم احساس میکنن که جریمه نمیشن و همین هم باعث میشه یه مقدار تردد ها معمولا تا ساعت 12 حتی یکی شب به قول معروف ما شاهد تردد هستیم در طول معابر، مخصوصا معابر بزرگراهی و همچنین معابر درجه دو ما که خود جناب عالی مشاهده میفرمایید. نیاز است که یه مقدار مسئولین با حساسیت بیشتری نسبت به موضوع توجه ویژه انشالله داشته باشن. مطلب در خصوص بحث فسفوده هستش در سطح شهر در طول شب فعالیت دارن و همین هم خودش باعث میشه یه مقدار باعث جذب سفر میشه. این نیاز هستش یه مقدار حالا اماکنی که تا پاسی از شب فعالیت دارن یه مقدار ساعت کارشو تقلیل پیدا کنه که ما دیگه او جذب سفر را به مراکز ما نداشته باشیم. همکاران ما در طول شب با توجه به تردده هم که دارن انجام میدن، بعضا پوشش های پلاکی که شهروندا دارن انجام میدن که تعدادشون هم کم نیست، با قدرت و قاطعیت دارن برخورد میکنن، مخصوصا خودرویی که دستکاری در ارقام پلاک انجام میدن اینا متوقف میکنن، خودرو متوقف میکنن، ولی بعضا پوشش های پلاکی انجام میشه، اعمال قانون انجام میشه و در محل رفع اثر میشه و بعد به قول معروف اجازه تردد داده میشه. به نظر من فایده ای نداره. الان میبینید ماشینای بی ام و، بنز، سانتافه همه تو خیابونن. اینجا هم خیابون ولیعصر همه تو خیابونن، بعد هی هم دارن اضافه میشن به ماشینا. یعنی تردد اصلا معنا نداره، تردد ممنوع، همه بیرونن. اعمال محدودیت در دوران کرونا ضروری است، به شرطی که واقعا مؤثر باشد. اما هنوز مشخص نشده کنترل تردد شبانه چقدر در کاهش شیوع کرونا تأثیر داشته. ضمن اینکه با نزدیک شدن به ایام نوروز حجم تردد خودروها در سطح شهر افزایش خواهد یافت و دیگر همین جریمه نقدی هم قادر نخواهد بود جلوی این ازدحام را بگیرد.